سلام دوستان عزیز، امیدوارم حال مگیتون خوب باشه. امروز تصمیم داریم در این ویدیو برایتان اساس الگوی کودک یاد بدیم که یک الگوی خیلی آسان است. اگر از ویدیوهای ما خوشتون میاد، برایتان مفید است، لایک کنید، سابسکرایب کنید و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. دوستان برای پیش کار بهتر است که کاغذ دولا کنین، قات کنین، بعد پیش کار بکشین. وقتی برای پیش کار میخواین الگوی پیش کار بکشین، دیگه لازم نیست پیش گونیا کنین، همین که تامه کنین خودش گونیا میشه که صفتان یا خط مرکز جلو بر اساس همزی گونیا میکنین. و خط دومی که ما لازم داریم خط پوینتن هست، خط کمر هست که بالاتانه میشه که خط کمر به دست میاد. برای پشت ما 30 سانت در نظر گرفتیم، برای پیش کار 31 سانت هست. این علامت میزنیم دوستا و دوباره باید کادر ما رو ببندیم که دور سینه 16 سانت بود، یک چهارمش 16 سانت علامت میزنیم. دوباره خط که لازم داریم خط سر شانه است که من فرمولش گفتم براتون. یک دهم دور کمر گرفته میشه، پشت البته 3 سانت میشه که ما 3 سانت علامت میزنیم، گونیا میکنیم. دوباره میایم قسمت کف حلقه رو به دست میاریم، هر چقدر پشت گرفته بودن از قسمت پشت علامت میزنیم. از بالا 17 سانت شده بود، ما میایم 17 سانت علامت میزنیم. بعد قسمت پشت کار 6 سانت در نظر گرفته بودیم برای بازی یقه، هر چقدر گرفته بودیم به اضافه 1 سانت میشه که میشه 7 سانت. 7 سانت شما میتونین یک مربع تشکیل بدین. یقه رو طراحی میکنه، یقه رو همیشه دوستا 1 سانت صاف میکنین. بعد میکنین و از قسمت وسط همچنین 1 سانت صاف میکنین. قسمت یقه رو طراحی میکنین. قسمت یقه که طراحی شد، ما خط دیگه که لازم داریم خط کارور است، 7 سانت میشه، 7 سانت علامت میزنیم. فقط این قسمت لازم داریم، میتونیم فقط همینجا رو علامت بزنیم. بعد کارو رو پشت هر چقدر است نیم سان ازش کم میکنیم، 13 و نیم گرفتیم، 13 سان برای پشت در نظر میگیریم. من یک سان بیرون میره. دوباره شانه را دوست یک بار کنترل کنن که به هم دیگه باید همخوانی داشته باشه. 8-8 میل است، ما 8-8 میل باید اینجا شانه ما باید با پشت همخوانی داشته باشه. و مثل پشت که گفتم باید دوباره این قسمت را طراحی کنن. شما میبینید که به پیستولام نیاز نیست، با دست هم میتونین. حلقه آسین پیش با پشت فرقش است که پیش کم گوتر است، پشت کار پرتر است قسمت کارور، چون فیزیک بدن آناتومیش هم قسمت است که پشت حالت کم بزرگتر و کجی داره و پیش ایره باید رعایت کنیم بهتر است.
پیش کار تکمیل شد. اینجا سوال پیش میاد که پیش یکسان بلندتر بود از پشت کرده، مایی را چه قسمی بیایم یکسان چی کار کنیم؟ خب اضافه میاره یا چرا بدن بچه ها با بزرگتر ها تفاوتش از بزرگتر ها چون سینه دارن پیش کار بزرگتر میشه، بلندتر میشه. بچه ها درست است، بچه ها همیشه حالت که حساب میشه صاف مثل بزرگتر ها حساب نمیشه، همیشه شکم خود بیرون میته. این باعث میشه که پیش کار بپره، این باز دامن یا کارهایی که پایین تنه داره بیشتر خودش نشان میده. این بهتر است بر اساس الگو رعایت شوه، که یک نکته خیلی فنی است که شما رو دقت کنیم. ما براتون گفتیم خب اینجا اگه شما درز بغل بدوزین یک سان اضافه میره، من درز بغل اینجا سان میزنم 13 سان درسته، شما 13 سان ده. خب این رو میمم یک سانتش کم میکنم، اول به خط بغل وصل میکنیم. دوستو من خط کش مانده 14 سان ده نشان میده. خب یک سان اضافه است، پس ما مثل کارهای بزرگ اینجا پنس کانفور نداره. میمم کجا در قسمت پایین دامن، چون فضای سینه ایجاد نمیکنم، بلندی و کوتاهی دو تا بالاتنه را وصل میکنم که بشه در قسمت کمر ما بشه. شما حدود پایین کار را تقسیم دو میکنن، 15.5 سان 8 سان میگیرن، بعد این را میارن به صورت نمیلال وصل میکنن. که از این قسمت که شما میبینین پیش و پشت کارتان اندازه شده و میام الگوی کودک برایش گلوین خیلی آسان و اساسی که شما دیگه گیج نمیشین، خیلی استاندارد است، حلقه آسینش سر جایش هست، شانه سر جایش هست، خیلی تنخور خوبی داره. باید فقط من آسینش که آسینم با هم رسم کنیم. عزیزان رسیدیم قسمت آستین. آستین هم خوب شما بعض اندازه را میتونید از قسمت روی بدن اندازه بگیرین که لازم است. بعد از امو اندازه شما میتونید تقسیم بندی کنین، اندازه که خیلی مهم است مثل کف حلقه آستین به دست بیارین که من، یا آرنج به دست بیارین که آرنج اصلا زیاد استفاده نداره در کار کودک. شما از بالا اولا این کار که میکنین کاغذتان تا بزنین، بازویتان هر چقدر است تقسیم دو میکنین، به اضافه 4-5 هم کاغذ برش اضافه میگیرین، یک خط از بالا میکشین و کار بعدی که میکنین قد آسین رو مشخص میکنین که قد آسینی که ما گرفتیم 45 شسته، 45 تا علامت میزنین. دوستان عزیز یک سوال عزیزتان میکنم، به نظرتان خط کف حلقه آستین ما چه قسمی به دست بره؟ خب ما اینجا چیزی که خیلی مهم است خط کف حلقه آستین است، پس قبل از اینکه من این رو براتون بگویم باید دور بازو رو مشخص کنم. دور بازو 22 تا است که نصفش میشه 11 سان، 11 سان یک سان آزادی نمیشه گفت، یعنی لازم است که برش بتیم همین آستین جذب درمه. و فعلا روی اساس الگو کار میکنیم، پس سیر تا پایین گونیا میکنیم دور بازو را. آستین ما کم کم شکل میگیره، ولی خب نقطه اساسی که خیلی مهم است بعد ساوردنش، البته در هر آستین کف خط حلقه است که ما دقیقش از کجا بدونیم فرمولایش چه قسم بعد اسمه را. شما دوستا قد قد آستینتان هر چقدر است تقسیم 5 کنن، شما اگه 45 تقسیم 5 بکنن فکر کنم یک چیز 9 سان برای معلومات متکی میشه خط کف حلقه. خط کف حلقه را میکشیم، بعد میایم قسمت تاج آستین، دقت کنین 1 سان و قسمت یک سان در میرین در قسمت کف حلقه وصل میکنین که میشه 14 سان. من این را با متر نشان میتونم که خوبتر متوجه شوین.
شما دوستا اینجا هر چقدر که هست من تقسیم دو میکنم، متر تا میزنم، علامت وسطش به دستت میاد، دوباره اینجا رو میگیرم، دوباره هم اینجا رو تا میزنم، یعنی چهار قسمت میشه. من این تصویری نشان دادم، دوستان که زبان متوجه نمیشن متوجه شاید الان بعضی ها ببینن. پس آسین ما چهار تا قسمت تقسیم شد، یک بار دو قسمت کردیم، بعد اینا رو کدومش تقسیم کردیم. از اینجا تا اینجا یک سان میایم بالا، از اینجا تا اینجا میایم نیم سان پایین تر میایم داخل میایم. این تقاطع رو که خودش استفاده میکنیم اینا رو با هم دیگه وصل میکنیم تا تاج آسین ما بدیس به این آسانی. سو میبینید چی آسین زیبایی برای ما داده. بعد قبل از اینکه بریم قسمت موچ طراحی بکنیم، ما میبینیم که آیا آسین که طراحی کردیم در تن کار ما میخوره یا نه. این آسین اصلا هیچ خوردی نداره، باید فیت بالا تنه باشه. پس ما میبینیم با متر استاده، حتی میتونم با متر خوابیدم، ولی خب یک انتهای شروع متر شما دستان میمانه. این طرفش وقتی دست تکان میتین، این طرفش باید برای خود بازی داشته باشه. من خودم قسم راحت‌تر هستم، من حرکت میتین. علامت 15.5 دوستا برای ما داده. این 15.5 شما یا یادداشت میکنن یا در ذهنتون میگیرن. من از اینجا این علامت میذارم، ببینید این 15 تا رو ما اینجا داریم یا نداریم. متر میمانن، فقط جایی که متر ما ماس میشه با خط که با روی خط ما اونجا رو لازم داریم دیگه. حتی نیم سانی طرف و طرفش کار نداریم چون اندازه بزرگتر مته. دوستا 15.5 بود، ما دقیقا 15.5 تاج آسین ما هست. پس چیزی که مخصوصی مورد نظر ما هست، اندازه بعدی که لازم داریم مچ هست. مچ ما 20 سانت هست، نصفش میشه 10 سانت علامت میزنیم. کیره با خطکش با هم دیگه وصل میکنه. دوستا این هم از الگوی اساس کودک، یک سال الا 13 سال، که شما میتونن از این روش استفاده بکنن. نصف اندازه رو که شما میتونید از روی بدن کودک بگیرین و نصف دیگه شم که من فرمولاش گفتم. یک گلگوی خیلی استاندارد و خوب داره، ولی خوب شما منتظر ویدیوهای بعدی باشین که من با مدل ها میایم که بتونین این گلگو رو چگونه کاربردی کنیم، کجایش آزادی بکنیم. شما اگر این کار رو بخواین قیچی کنین، یک کار خیلی جذب براتون میاد که شاید فکر کنن که الگوی اشتباه است یا کارتان خراب شده. نه، این الگوی اساس است که شما روش الگو در آوردن رو یاد بگیرین و مدل سازی منتظر کارهای بعدی باشن. دوستان عزیز، اگر ویدیوی ما رو تماشا میکنین برایتون مفید بود، تا الان لایک نکنین لایک کنین، با دوستانتون به اشتراک گذاری بذارین تا گروه ما، کانال ما رشد کنه. من بیشتر چیزا رو آموزش دادم و شما استفاده بیشتر ببرین، پس حمایت کنین. تشکر میکنم از اینکه همراهی ما هستین. خدا نگهدار.